بالاخره ریکاردو ساپینتو هدایت استقلال رو بر عهده گرفت. ریکاردو ساپینتو سرمربی سابق باشگاه‌های اسپورتینگ لیسبون و براگای پرتغال به عنوان سرمربی جدید باشگاه استقلال انتخاب شد. اما قبل از اینکه بریم کارنامه ریکاردو ساپینتو رو با هم دیگه بررسی کنیم، اگر از محتوای ویدیو راضی بودین خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. بریم ریکاردو ساپینتو. به گفته رسانه رسمی باشگاه استقلال، ستاره سابق تیم ملی فوتبال پرتغال و باشگاه اسپورتینگ با بیش از 12 سال سابقه مربیگری و حضور متوالی در رقابت‌های باشگاهی و قاره‌ای اروپا، با باشگاه استقلال به تفاهم رسید و به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد. ساپینتو 49 ساله با تجربه هدایت اسپورتینگ لیسبون و براگا در پرتغال، واسکو دو گاما برزیل، ستاره سرخ بلگراد، تیم‌های باشگاهی یونان و ترکیه و لهستان، استاندارد لیژ بلژیک و انتخاب به عنوان برترین مربی سال در این کشور، همچنین کسب عنوان قهرمانی جام حذفی بلژیک برای نخستین بار حضور در فوتبال باشگاهی ایران را تجربه خواهد کرد. ساپینتو علاوه بر قهرمانی در جام حذفی بلژیک با استاندارد لیژ، نایب قهرمان لیگ این کشور هم شده. اون همچنین با ستاره سرخ بلگراد نایب قهرمان لیگ شد و تونسته علاوه بر مقام سومی با اسپورتینگ لیسبون، با حذف منچستر سیتی به مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا صعود کنه. ساپینتو با براگا از مرحله گروهی لیگ باشگاهی اروپا به عنوان بهترین تیم گروه صعود کرد، در حالی که براگا در این مرحله بهترین آمار دفاعی و هجومی را داشت. این مربی پرتغالی در طول هفته گذشته و بعد از آغاز مذاکرات اطلاعات گسترده‌ای در خصوص شرایط استقلال و بازیکنهای تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران جمع‌آوری کرده و به زودی برای مراسم معارفه به ایران میاد. اون در نخستین گام بعد از ورود به تهران اقدامات لازم به منظور تداوم قهرمانی در فصل جدید و در دستور کار قرار خواهد داد. مبارک استقلالی ها، اگر از محتوای ویدیو راضی بودین دکمه سابسکرایب یادتون نره. یا علی، فعلا.